سلام، در خدمت دکتر هراوی مدیر عامل شرکت پارستیک هستیم در نمایشگاه صنعت مالی بورس بانک بیمه. آقای هراوی، یه توضیح مختصری راجع به کارتون و خودتون لطف کنید. بله، سلام عرض میکنم خدمت شما، خوشحالم در خدمتون هستم. شرکت هوش پرداز پارستیک بیش از 4 ساله داره تخصصی تو زمینه هوش مصنوعی فعالیت میکنه و تو این چند سال عمده مشتریای ما توی اتحادیه اروپا 3 شریک تجاری است که تکنولوژی هوش مصنوعی تو زمینه بینایی ماشین و پردازش متن رو براشون پروواید کردیم. یک سالی هست یه سری نیازها توی بازار ایران سمتمون ارسال شده و بر اساس تست بازاری که انجام دادیم از دل اون تکنولوژی ها محصولاتی رو پروواید کردیم و توی این نمایشگاه با محصول احراز هویت آشناس که توی زمینه احراز هویت غیر حضوری هست شرکت کردیم و مشتریامون هم بیشتر نهادهای مالی، بانکی، صرافی‌های رمز ارز و فضاهای فینتکی هست که نیاز دارن بدونن که مشتریشون به صورت واقعی و ولید معتبر هست یا نه. خیلی هم عالی. توی این صنعت شما با چه چالش هایی روبرو هستین و آیا این نمایشگاه به حل این چالش ها کمکی کرده؟ درست. ما بیشتر از زاویه هوش مصنوعی داریم به فضای صنعت مالی نگاه میکنیم و خب میدونین حوزه هوش مصنوعی به شدت تو چند سال گذشته اومده و داره جای خودش رو توی صنعت‌های مختلف از جمله صنعت مالی باز می‌کنه. خب خیلی بحث‌ها مطرح هست، مثلا فعالیت‌هایی که داره توی فضای صنعت مالی انجام میشه مثل ترید کردن، مثل خرید و فروش سهام، بشه الگوریتم‌های هوش مصنوعی بیاد که توی این حوزه کمک بکنه و مثل یه دستیار کنار سبدگردان و سهامدار باشه، بتونه بهش پیشنهادها و ریکامندهای خوب بده. چون میدونی تو فضای مالی ما عملا با یک بیگ دیتایی مواجه هستیم که بحث مربوط به خود روند مربوط به بازارهای مالی هست، سیگنالایی که باید فالو بشه، بحثای مربوط به اطلاعات و اخبار هست. کسایی که حرفه‌ای کار میکنن خب هر چقدر این دیتا و فضا بیشتر در اختیارشون باشه میتونن تصمیمای بهتری بگیرن و خب از یه جایی تعداد اینا اینقدر زیاد میشه کار سخت میشه، ولی ما میتونیم به کمک هوش مصنوعی دستیارهایی داشته باشیم این فرایند رو کمک بکنه. و خب این موضوعیه که الان تو دنیا داره روش کار میشه، تو خارج از کشور بازارهایی که هست مثل فارکس و اینا که خیلی روش این فضا دارن ما رو میدن، داخل ایران هم من میدونم تیمای مختلفی دارن روی این فضا کار میکنن، ولی اینکه اینا عملیاتی شده باشه و بگیم الان واقعا نمونه‌های پرکتیکال و موفقی هست تو دنیا اتفاق افتاده، ولی تو ایران هنوز این فضا داره به سمتش حرکت میشه و این ارتباطات تیمای دانش بنیان، تیمای کارگزاری و اینا تو این نمایشگاه میتونه تسهیل بکنه این قضیه. بله، خیلی هم عالی. و سوال آخرم اینه که توی حوزه مالی از لحاظ تکنولوژی و زیرساخت و فناوری چقدر با دنیا فاصله داریم؟ من اگه بخوام از زاویه خودمون بگم بحث مربوط به هوش مصنوعی، من فکر میکنم تو خیلی موضوعات جلو هستیم، چون کلن فضای آیتی ایران و نیروهایی که تو حوزه آیتی هستن واقعا فارغ التحصیلا و عرضم به حضور شما متخصصای قوی هستن. برای همین از جهت صنعت مالی و فضای مالی ما زیرساخت‌های خیلی خوبی داریم و خیلی شاید تکنولوژی‌هایی که اون سمت هست به راحتی تو فضای ایران قابل انتقال هست. منتهی مراتب خب ما از جهت قانون‌گذاری، از جهت رگولاتوری معمولاً یه سری ممیزی‌ها و فرایندهایی داریم که اینها بیشتر میشه مانع برای اینکه بخواد یک استارتاپی، بخواد یه شرکتی یه خدمت جدید ارائه بده. و من فکر میکنم مشکل بیشتر تو حوزه این هست که بشه یه زیرساختای فراهم بشه که این اطلاعات عرضه بشه، یعنی تو تکنولوژی ما کمتر مشکل خواهیم داشت چون میتونیم اونا رو بیایم داخلی بومی سازی کنیم یا نمونه مشابه خارجی رو بیایم ارائه بدیم.
ولی اینکه این بیاد حمایت بشه از سمت نهادهای حاکمیتی، بیاد رشد بکنه، به مردم خدمت بده، این مسیر یه مسیریه که همه جا سخته، تو ایران سخت‌تره. بله خیلی ممنون از توضیحاتتون و وقتتون.